همه ماها همین الان که اینجا نشستیم، عزیزان که رو فیسبوک هستن، عزیزان که رو اینستاگرام هستن، همه ماها آرزوهایی داریم، رویاهایی داریم، ویژن‌هایی داریم. مشروط بر این که فقط تمرکزمون روی رفع مشکلاتمون باشه، روی رویاهامون باشه، روی آرزوهای دلمون باشه، اینو بدونید 100% شما اونها رو میتونید دریافت کنید. اینقدر شکست میخورید دوباره پیروز میشید. ادیسون میگه 99 بار من فهمیدم که این گونه لامپ اختراع نمیشه. اونقدر تکرار کرد تا پیروز شد. پس بنابراین اون پیروزیشو به دست آوردش. هیچ کجا هم نمیگه که خدا کمک من کردش. حتما خدا کمکش کرده. ولی نمیگه. انسان‌هایی هستن که اصلا فکر این که در ذهنیتشون خدام هست نیست، اما فعالیت میکنن. اما پیروزی اونها فقط پیروزی روی زمینه، با خودش کامیابی نداره، یعنی اثر او همیشگی نیست، جاودانه نیست. آنچه که کلام خداوند میگه از پیروزی ها که در قلمرو زندگی من و شما هست، تا موفقیت ها، تا پیروزی ها که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم، به مرز کامیابی خواهد رسید که در حضور خدا هست و ما نیز خوشحال هستیم که تمام این مسیر رو توانستیم بر حسب رسیدن به هدف مقدس خلقت نیز عمل کنیم، نه در مسیر بی‌انصافی و نیز بی‌عدالتی. پس اگر رویایی داری، آرزویی داری، بسیار خوبه، اما این رویا و این آرزوت رو در حضور خداوند ببر، از آموزه‌هایی که از کلام خدا استفاده کن تا مبادا به آرزوات برسی، به نیازهات برسی، اما تو این مسیر دروغ گفتی، بی‌انصافی کردی، دل کسی رو شکوندی، وقتی با خدا نداشتی، فقط فوکوست فقط این بوده خودم، یا کارای نیکویی کردی اما فقط خودتو جلال دادی، خودتو بلند کردی. و میدونیم که تو این دنیای امروز خیلی ها این کارو میکنن. شخص وقتی که از نظر موقعیت هنری، از نظر موقعیت دارایی و ثروت به اون جای بالا میرسه، بلافاصله بهش پیشنهاد میدن برای تکس و و و و و برای محبوبیت. چقدر خوبه که تو یه مبلغ پولی رو به آفریقاییام کمک کن، به نیازمندای فلانجام کمک کن. برای چی؟ برای جلال خدا. حتما کار خوبی میکنه، اما دیگه توی مسیر آموزه‌های خدا نیست که نام خالق خودش رو جلال بده، بلکه فقط در اندیشه خودش هستش.